و این هم گروهی از سربازان و رزمندگان سلحشور ما هستند که متشکل از برادران عزیز ارتشی، سپاه، بسیج و نیروهای مردمی هستند که پس از فتح پیروزمندانه سایت شعار میخواییم بریم کربلا را سر میدهند. جنگ تمام شد و مردان با کولباری از خاطرات تلخ و شیرین به شهر و دیار خود بازگشتند. قصه ما قصه مردانی است که با دستهای پینه بسته گره بزرگی از جنگ را در آن موقعیت حساس و نفسگیر باز کردند. و حالا خاطرات آن سالها گوشه ذهنشان خاک می‌خورد و در این روزگار بی‌ادعا روزگار می‌گذراند. آقا ما نونزا جوره آب داریم در فاصل دوتا چا گوسفند داریم سه عدد باغ داریم دو عدد یه مقدارم گندم میکاریم یه مقدارم شلغم یه مقدارم انار داریم اینا امر ماشون باید یه سهمیش اداره کنه. 36 سال پیش خبری محرمانه از جنگ به روستای رکن‌آباد و مهرآباد میبد در 35 کیلومتری یزد رسید. از اهالی روستا فقط چند نفر خبردار شدند. قرار بر این شد بدون اینکه خانواده و آشنایی از موضوع با خبر شود، عازم جبهه شوند. گفتم فرصت من برم با خونه خداحافظی کنم. اگه فرصتی من نبرم خونه، من محتاج خونه نیستم که برم با خداحافظی کنم، دارم میخوام برم جبهه. اگر الان ضرورت داره از همینجا خدا شاد به این قبله از همینجا شهره بیرون بده در عمره تو هم. اینجوری بودم، حساب نبود که بچه کوچیک داری و بچه زن داری و دختر داری و این حساب نبود. 8 بچه داشتم. جزئیات این خبر تا مدت ها بر همگان پوشیده بود. این افراد میبایست شجاع، رازدار و معتقد به کاری باشند که قرار بود طی 3 بی وقفه و در شرایط سخت با دل و جان انجام دهند. ما اصلا تو خانواده نگم، یه خانواده نگفتیم یه چی کار میکردیم، حتی به که دوستونا نگفتیم یه چی کار میکردیم. محرمانه بود، نمه زشتن کسی بیا. شاید برای اولین بار بود که کلمه محرمانه در بین آن چند نفر رد بدل میشد. پیچیدگی و حساسیت جنگ آنها را از فضای آرام و ساکت روستا جدا می‌کرد و رهسپار موقعیت سخت و دشوار در نزدیکترین فاصله به دشمن می‌کرد. و این رهسپاری جز با ایمان و اراده آن مردان اتفاق نمی‌افتاد. از اونجا سوار ماشین می‌کردن، از اون به اصطلاح سنگر می‌بردن اونجا، هیچ که امیدی که الان زور سالم برگرده اصلا وجود نداشت. ولی همه علاقه داشتن، زور خوشوق داشتن، هیچ چش داشتن نداشتن. حالا من پول میخوایم یا میخوایم و بریم. ما خیلی کار ساده به نظر میرسید، ولی خب عوایدش اون کاری که گیر نظام اومد خیلی، یعنی 1000 که به حال شهید بشن، یک جوون مردم بخواه که بشه نجات بده، خیلی فرق کنه. در اواسط پاییز 1360 در اوج روزهای سخت بمباران شهرهای اندیمش، دسفول و شوش، هیچ تلاشی نمیتوانست این بمباران خونین را متوقف کند. گره کار پشت کرخه بود. خب وقتی دشمن در زمانی که برای قصد تصرف شهر دسفول این اومد و در پل کرخه، با وجودی که نیروهای خیلی کمی در اون موقع بودند در اونجا، با همین مقاومت این نیروها در اونجا متوقف شد. این مجبور شد تنها جایی را که نقطه استراتژیک واقعا سوقجلشی بود، خیلی مهم بود، حساس بود، همین کانال هندلی بود که 4 ارتفاع داشت. این بیت اومده بود سنگر دیدبانیش را در نوک همین کانال مستقر کرده بود و از اونجا تا سراحی در واقع حدود 17-18 کیلومتر سراحی بین دسفول و اهواز
از اونجا تا خود جبهه خط مقدم زیر دید مستقیم داشت. مقدرا برنده حتمی جنگ می‌دانستند. تا آنجا که صدام با اطمینان تمام اعلام کرد اگر ایران بتواند ارتفاعات ابوصلیب خات، سایت‌های موشکی و رادار را فتح کند، کلید شهر بصره را به آنها می‌دهیم. حالا دشمن به احتمال یقین فهمیده بود که داره در اینجا میخواد یه عملیاتی انجام بشه. خب این عملیات‌ها محدود بود، عملیات وسیع نبود، که در حد یه گورهان عملیات میشد. وقتی که ما اومدیم به سادگی ما تونستیم کانال بگیریم. ما وقتی که اومدیم با کمال تعجب دیدیم فقط تعداد اندک شماری از دشمن هستن که تو اون دیدگاه است. دو سه نفر تو اون دیدگاه بودن، دو سه نفر دیگه هم چیز بودن که کلن ما سه نفر اسیر تونستیم از اونجا اون شب بگیریم و بقیه هم که مقاومت کردن همونجا کشته شدن. ساعت 9 صبح شد. 9 صبح شد، واقعا این کانال هندلی شد یک جهنم برای ما. خب سبت تیر شده بود، به قدری از یگانی که 150 نفر اون شب در واقع وارد عمل شده بود، نشون به نشون که ما وقتی که اومدیم عقب کل یگان ما به 45 نفر رسید. در همونجا دیگه فرمانده در واقع ستاد مشترک ارتش میگه این یگان موندنش در اینجا بیفایده است. در این شرایط نقشه جغرافیای منطقه با تمامی جزئیات توسط فرماندهان بازنگری شد. روز و شب تمام جوانب امر کارشناسانه بررسی شد تا بهترین راه را بیابند. تلاش‌ها نتیجه داد و نقشه عملیات آماده شد. ایران باید در یک منطقه وسیع به دشمن یورش می‌برد. قرارگاه‌های قدس، نصر، فجر و فتح با محوریت قرارگاه مرکزی کربلا برای یک عملیات غافلگیر کننده طراحی شدند و اهداف و مواضع مشخص شد. اما در خط مقدم قرارگاه نصر مشکل بزرگی وجود داشت. شرایط و گستردگی منطقه مین عملاً هر پیشروی را با مشکل مواجه می‌کرد و عملیات در همان دقایق اولیه گره می‌خورد. جلسات متعددی برگزار شد تا اینکه گره کار باز شد. طرح عملیاتی آماده شد که در نگاه اول غیر ممکن به نظر می‌رسید. اما بعد از مطالعه دقیق و ارزیابی منطقه همه فرماندهان به این نتیجه رسیدند که در این محور هیچ راهی برای پیشروی به جلو غیر از این راه وجود ندارد. در اولین و مهمترین مرحله یک جوان یزدی به نام محمد کاظم میرحسینی از لشکر 21 همزه، مأمور تأمین نیروی متخصص و کارآمد حفر قنات از استان یزد شد. و کجا بهتر از یزد؟ زادگاه قنات. من رفتم یزد مطرح کردم، چون معمولاً خب اونایی که باید کار میکردم گاهن جبهه ندیده بودن و حتی بعضیاشون سربازی خدمت نکرده بودن و صرفاً چاو و مقنی برای قنات به حساب آب کنده بودن. اشخاصی بودن که واقعا صداقت داشتن، ایمان داشتن، به ما کمک میکردن که ما بتونیم هدف بریم جلوری. یکی سرهنگ میرحسینی بود، سرهنگ بود، این بچه شریعت بود، ابزار کار ما جور میکرد. ما اومدیم 20 نفر انتخاب کردیم که داوطلب بودن. گفتیم تو این امکان داره تا این مدت 3 ماه و شاید یک مقدار هم بیشتر طول بکشه، ما میخواییم یک کاری رو انجام بدیم. ضمن اینکه شما اینجا روز فعالیت میکنین، شب دیگه فقط استراحت میکنین شما. ما اول دفتر آقای صدیقی زنگ زدن که بیا اینجا کاری زن. رفتیم و از طرف آقای صالحی، خدا بیامرز، آقای صالحی گفت میخواییم بیدیم اونجا یک کاری میخواییم بکنیم. بعد یه آقایی اومد که بعدم فهمیدیم ایشون سربا میرحسینی بودن که الانم شهید شدن، خداشون بیامرزه. ایشون با یکی از دوستان سرسید شیرازی بودن. وقتی آقای سربا میرحسینی ما بردنمون جا تو راگه برفتیم، مثلا گفتن که یه عده رو میدونیم به شهید شدن، بخواییم یک کانالی به کمینا بیاریمشون بیرون. واقعیت مثلا شاد از نظر امنیتی بوده. دقیق همیشه ما نگفتم، خود نخبر نداشت. ما اعدام شدیم با 30 تن کاریگر و استاد و شاگرد و بزرگ و کوچیک، اونجا به دست به کار تونل شدیم. نقشش این بود 50 متری مثلا این مستقیم برن جلو که 50 متر یا 40 متر پشت سر دشمن یه چیزی که اصلا فرضیه که اصلا خوابش هم کسی نمیده،
اونجا مثلا به سر سر در بیارن دشمن غافل کنن. رفتم اونجا شروع کردم به کار. تونلای گیمکند یه مهبری بود تا حداقلش این مهبر 4 متر گودیش بود. جناب سرهنگ میرحسینی گفتن 50 متر تا 70 متر بیشتر رانی. بعد ما بعد از 16 متر که کنده شد حاجی غلام حسین رفتیم در قم، اونجا ساکن بودن، آوردیم و وقتی آوردیم از اونجایی که واقعا مرد شریف معتقد و اهل هیچ گروه دسته هم نبود، یک فرد فوق العاده حزب اللهی معتقد، گفت من میام اینجا تا تمومم نکنم رها نمیشم. حاج غلام حسین رعیت و حاج حسن مولا صادقی که از بقیه خبره تر بودن منطقه را بررسی کردند و تر اولیه حفر را آماده کردند. خدا رحمت کنه حاجی قرم حسین قد 3 نفر کار میکرد. ماشاءالله بشه رحمتش کنه شهید جان. او تقریبا دوستات خورده هشم بهش گفتم حاجی خسته میشی بیا دو دفعه بره. هیچ سرپرست ما بود نگه سرپرستی که به سر که دست بوده نان نبودن. زحمت کش بگو. همه یاشی بیشتر نمیتونستن کاری بکنن با وجود اینکه علاقه داشتن و رحمه خسته بدنشون در برن. ایشون هر دو یارو مثلا وید 14-12 ساعت کار میکنه. امری اینا و سر از با نمیشناخت. بعد حاج غلام حسین هم که اومد یه سری نیازمندی هایی داشت، یه سری وسایل با خودش آورده بود و یه سری دیگه همشون گفت اینا تهیه کردن و این کار الحمدلله شروع شد. در همون اواخر آبان ماه بود که این تونل شروع شد. خب در وهله اول این خاک این تونل را با فرغون می آوردیم، این همون فاصله 40 متری که 50 متری که ما رفته بودیم جلو در اونجا می ریختیم پن می کردیم. بعد از مدتی دیدیم که اینجا داره پر میشه. خلاصه دیدیم اینم یه موزلی شد. این خاک هایی که از تونل می کشیدن می آوردن به هر حال جمع می شد و با توجه به این که وضعیت زمین فرق می کرد و معلوم می شد دارن یه کاری انجام می دن، اینجا باید هر یه روز دو روز لودر می اومد و صدای لودر دشمن متوجه می شد و با خمپاره می زد. چند تا هم لودر از کار انداخت. ما اومدیم یه ابتکاری به خرج دادیم، صدای لودر را ضبط کردیم و هر شب صدای لودر را گذاشتیم. یه روز دو روز یه شب دو شب که تیراندازی کرد دید که نه، مثل که این لودر خبری نیست، فهمید که فریبش دادن، دیگه تیراندازی نکرد. ما هر دو سه روز یه دفعه صدای ضبط را قطع می‌کردیم و صدای به حساب لودر اصلی را می‌آوردیم و این خاک‌ها هم را حدود 100-150 متر می‌برد پایین رودخونه که اصلاً مشخص نشه. در زمانی که این تونل کنده می‌شد یه حدود 20 متر 30 متری که رفت جلو واقعاً دیگه تحمل داخل تونل سخت بود. اصلاً من می‌رفتم داخل تونل نمیتونستن نفس بکشن. قدری هواش داغ بود که ما همش با یکی شورت کار میکردیم. کسی که خیلی شجاع بود و به سر و زیرنگ بود و چجی یارو مدت مقاومت بکنیم. خلاصه باز اومدیم به حسینی گفتیم اینجوری نمیشه، یه کاری باید بکنیم. این گفتن که بخوایم اگر سوراخ بکنیم به سخ، خب فصل زمستونه، از وقتی که سوراخی میشد این بخار از زمین مثل یک لودکش بخاری می آمد بالا و این احتمال لو رفتن محل بود. اون وقت اومدم بعدش میگه خیلی گرم بود، اونا اینم بگم که موتور برخونجه گذاشتم با لولای نوده پلاستیک یه دم کار میکرد که بالاخره یکم حرارت بداد خنک میداد تو. خطر در کمین بود زیرا از زیر میدان مین حرکت می کردن و با هر قدم که به جلو بر می داشتن به دژ مستحکم و نفوذ ناپذیری نزدیک می شدن که دشمن حتی نزدیک شدن به آن را هم از محالات می دانست. به هر کلنگی که می خورد اینا می گفتن الان دشمن می فهمه، الان دشمن متوجه می شه. یه این حالت ها استرس ها وجود داشت. حالا امکان داشت اونا یکی به سلا یه گودالی کنده باشن یا زمین شیب داشته باشه شما همونجا به سر بیفتید اصیل اینا بشید و تمام اینا از بین بره. این همه تلاش و زحمت اینا حتی کفش شد مثلا پاورانه بگید سیده پاد نفهمه. این شاید
شما تو 5 متر عراق بود، تو خاک عراق تو کمیته تو خاک عراق یا روز تو با همین که شروع به کار کنیم کلان که میزن یک سید تیرم و گفتن دیگه 100 درصد اینا فهمیدن دیگه. بعد میدن چیکار کنیم اینا اوسه اصیلیم گفت که یه حالا با یه کندوار با شیب بری پایین تری و هر آن مثلا امکانی که یکی خونبار حالا بخوره این زمین بعضی جا شاد مثلا فاصلشان 300 تر نبوده یکی خونبار هم بخوره روی همین سقف کن را به پروریز کنه که نیروهایی که اونجا هستن شهید چه یا از بین بیره خیلی زیاد بود بیره همین هم بود که همه که سوانگ میشود همه خلاص حلال بودی از همه طلبیدن و که دیگه اگر مثلا یکیشون شهید شدن یا همه تو کان آل یا اسیر شدن دیگه همه از هم رو هم راضی باشن. یعنی پنیده خب امیدی که زنده مدن نهشتی من داشتم کلای نشتم انبار آهنی گرفته بودم کلای بکشم تو کوره آتش دراردم یه وقت یکی چی اصله بودم یه 20 متری ما منفجر شد گل 60 مگم چی مگم گلوله 60 مگم اونجا زد به زمین خورد به زمین این چیه اینا که تکه تکه میشه آهناش خدا شاده من و حاجی غلامسی بغل کوره آتش داشتیم کلم میکشیدیم این پرای آتشور همش اومد اطراف ما ریخت حالا در 15 تا بچه ها تو آخر اینقدر پرزر بگو زد در تونل بوتونی هفتش داشت راخت راخت کرد ولی خدا شاهده ریخت تو دست پای ما و مواجه غلامسه بغل کوره یکیش به ما نگیره من اینجا فهمیدم این کار حقیقیه این کار خداییه خدا میخواه این کار بشه ولی به عرضه ما نبود ولی به کنند کار ما نبود همش خدا میخواست این کار بهره من بشه برای اسلام این بار اینکه هوا کش به سراغ ما میخواهیم سراغ تقویم سیته بیشتر نبود بلاش که بلی معلوم نمیشه که بسن گونی به همه نشتیم و خار میکنیم خاک میکنیم پر خاک میکردیم خارم میگذاشتیم روش و میشتیم و لمه زدیم تینه گونی که قشنگ یعنی اگر عراقی اومد پا گذاشت میدید یا پا این نره خاک هم باشه 5 پیچ و خم انداختیم تو تونل یه اگر دشمن اینجا شب اومد ما رو غافلگیر نکنه اون مکانی های خیلی وارد تر ما بودن که اینا راستی میدن که مثلا بتونن قشنگ تو خط مستقیم برن که کجو کور نباشه که مثلا دوری باشه که یه جای دیگه سر در بیادن در زیر زمین به تب وقتی که این کانال زیر زمین کنده میشه دیگه نفر نمیدونه واقعا این مستقیم داره میره که به تب به سمت چپ و راست هم چیز میشد به نحوی که وقتی که تونل تموم شده بود ما میامدیم با متر از داخل زمین متر میکردیم 450 متر بود از روی زمین که خب اندازه گرفته بودن این نشون میداد 350 متره و اینا میگفتن ما حتما 50 مترم از زیر چیز دشمن عبور کردیم به اون بر تا زمانی که در تونل باز نشد این مشخص نشد تا اون موقع کسی نتونست واقعا مشخص کنه که ما از جلو دشمن در میاییم یا از پشت دشمن در میاییم در انتها من اومدم پیشبینی کردم گفتم که خب ما اگر بخوایم از اینجا عبور بکنیم ما نمیتونیم یک در برای این بذاریم به تب ما باید در 3 جهت برای در واقع گورهان ما 3 دسته داره ما پیشبینی کردیم که در 3 جهت برای اینا راه باز کنیم یکی که همین مستقیم رفته بود گفتیم یکی یه در از اینجا باز میکنیم و مجبور بودیم به فاصله حدود 30 تا 40 متر هم به سمت غرب بریم و یکی هم به سمت شرق همین مسافت رو بیاییم که به صورت عروب ما 3 محل بذاریم جهت دریچه تونل حدود 15 متر که کنده شد با توجه این که برادران توضیح دادن نسبت به مسافت همه یه جور هر کسی یه جور حرف می‌زد و هیچ کس فکر نمی‌کرد 500 متر است همه رو 120 متر تا 170 80 متر می‌گفتن ظرف 2 ماه کنده میشه ولی هر چی کندن بالاخره دیدن نه بازم چون هر 20 متر میت یه اندازه قطر سر سوراخ می‌کردن میومدن بالا باز میدن نه هنوز اون فاصله هست این کار در 2 شیفت ادامه داشت یکی شیفت صبح بودن یکی هم
بعد از بود که حدوداً 3 ماه و 16-17 روز طول کشید تا نزدیک های حدود 16-17 اسفند ماه بود. 50 تا مونده بود که پل داشت که سوراخ بشه در روی زمین، تعطیلش کردیم. تعطیل کردیم و اومدیم استان یزد. قرار شد عملیات فتح المبین در 15 فروردین سال 61 بعد از 13 بدر اتفاق بیفته. تونلی را که در تصویر دارید برادران، در طول شبانه روز به طور 24 ساعته در تلاش بودن و گهگاهی ما این برادران را که می اومدیم و می دیدیم چطور زحمت می کشن در گرما و سرمای طاقت فرسا با وسایل ابتدایی. یه روزی فهمیدید منو خواست گفت جناب آرام آقا تو شهر همه جا پیچیده که. گفتم برای چی؟ گفت آره تو حمام رفته بودن، اون حمامچی سوال کرده که دارید تونل میکنید در چیز، انشاءالله به زودی به دشمن حمله میکنین فلان. به هر حال از این یه اکیبی را فرستادن، همین جناب حسینی، اینا رفته بودن بررسی کرده بودن. بعد به هر حال دهن به دهن گشته بود دیگه. خب به طبع عناصر منافق هم متاسفانه بودن تو هم یگانهای رزمی و هم در داخل شهر، و اینها منتقل میکردن به چیز. در اینجا اومدن یه فکری کردن، بالاخره جمع شدن، یه جلسه ای گذاشته شد در تیب، گفتن که ما بیاییم حالا که دیگه این فاش شده، ولی خب دشمن که نمیدونه محل دقیقش کجاست و میدونه که یه تونلی کنده شده، حالا برای این که ما اصلا بیایید تظاهر کنید به کندن تونل، در سراسر جبهه همه شروع کنن، هر گروهی جلو خودش روی زمین شروع کنه به کندن کانال روی زمین که دشمن دیگه منحرف بشه دیگه. و واقعا هم شد، واقعا هم دشمن دیگه توجه جلب شد به اینکه اوائل خب خیلی تیراندازی میکرد و میدن اینا دارن کانال میکنن اینا، بعد دیگه اونا هم بیتفاوت شدن. بعد همه چیز حساب شده پیش میرفت. کوچکترین اشتباه در حفاظت از اطلاعات و موقعیت کانال مساوی بود با لو رفتن طرح و قتل عام مغنیان و از بین رفتن تمام محاسبات عملیات. ما اون مناطقی که هرچی به طرف دشمن میرفت، اینجاها را دشت زمینش را کاملا قابل رویت نبود، چون بالاخره پستی بلندی داشت، مثلا محل زمین کشاورزی بود، بعضی جاهاش مثلا امکان داره گود باشه، ولی ما با همون قدری که چیز بود رفته بودیم جلو. نگو در بعضی جاها زمین قدرش کمتر بود. تلفنی صبح زود به من خبر داد، نگهبانی که در جلو بود خبر داد که آره دشمن اومده در فاصله 20 متری 30 متری ما آتش روشن کرده. گفتم آخه مگه دشمن دیوانه است بیاد اونجا آتش روشن بکنه تا اون فاصله بیاد؟ گفتم شما میبینی؟ گفت نه، ولی قشنگ آتش روشن کرده، بوی چیز آتششون معلومه، قشنگ دود میکنه. ما بلند شدیم، ما یه درجداری داشتم به نام گروهبان اوشتپه، بچه اردبیل بود که این تو این تونل خیلی زحمت کشید، که البته بعد از حاج غلام حسین دیگه مسئولیت افتاد به گردن ایشون. با هم رفتیم، خود اول از بیرون چیز کردیم، دیدیم راست میگه، یه دودی اینجوری دود میکشه میره بالا، ما هم فکر کردیم دوده. بعد گفتیم خب حالا ما از داخل تونل بریم ببینیم چیزی دیده میشه. یه خورده که رفتیم جلوتر، یه حدود 50-60 متر که رفتیم جلوتر، دیدیم که نور افتاده، نور چیزم روشنایی افتاده، قشنگ زمین رو روشن کرده، فهمیدیم که سوراخ شده. گفتم حالا چی کار میکنی؟ گفت بهترین چیزی راه اینه که شما یک گونی کاه بگید بیارم، این گونی رو کاه پر بکنیم، بعد یک مقدار گچ و به اضافه آجر برای من بیارن، من اینجا رو تاق بزنم. وارد گودی میشد، گاهن ریزش میکرد، اینجا با هر چی بود، تخته، پارچه، گونی، با هر وسیله ای که دستش میرسید سقف کانال را به حساب ترمیم میکرد، چون اینقدر شرجی بود این کانال که
به معنی که یک ذره سوراخ میشد درست مثل دود قطار همینطور بخار میومد بیرون و از اونجایی که میدیدن نزدیک دشمن هست خب افشا میشد. تلاشا بی وقفه پیگیری شد تا اینکه بعد از گذشت 3 ماه بسیار کمتر از آنچه تصور میشد عملیات حفر و ایجاد حدود 450 متر تونل زیرزمینی از خط مقدم ایران تا پشت خطوط مستحکم بعثی ها با موفقیت به پایان رسید. حالا دیگر همه چیز برای آغاز عملیات بزرگ مهیا شده بود. شاید صیاد در اینجا در واقع میخواد تصمیم بگیره، میگن که ما از امام کسب تکلیف بکنیم. در اینجا میگن که ما وقت نداریم، یک فردی را میخواییم که سریع بره خدمت امام و از ایشون کسب تکلیف بکنه که ما این عملیات رو اول شب عید انجام بدیم یا نه. به هر حال این شب عیده، مردم عید دارن و بعد از این ور جنازه و شهید بخوان ببرن براشون. در اینجا یکی از خلبانا توی قرارگاه، اینا خود از زبان خود شهید صیاده، میگه در اونجا که رابطه نیروی هوایی بود، ایشون خلبان بود، گفت من میبرم به شرط اینکه تحمل بکنن نفر تو کابین عقب فانتوم بشینه، من اینو 20 دقیقه میبرم تهران، 20 دقیقه هم برمیگردونم، 20 دقیقه هم ملاقات طول بکشه. به هر حال من حدود 60 دقیقه یک ساعته برای شما پیام آقا رو میاریم، که به هر حال اینجا محسن رضایی داوطلب میشه چون صیاد باید به عنوان فرمانده عملیات میمون در منطقه، و محسن رضایی داوطلب میشه و تو کابین عقب میشینه و میان تهران و بعد خدمت آقا میرسن، مطالب رو عرض میکنن. آقا میگه که برین کتاب قرآن رو باز بکنین و عملیات رو انجام بدین. اینا میان که شهید صیاد میگه من کتاب قرآن رو که باز کردم، اینا فتحنا لک فتحا مبینا، این آیه اومد که اسم عملیات رو گذاشتن فتح المبین. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسكم ومقصرین لا تخافون. شروع عملیات در کل منطقه یعنی 4 تا قرارگاه بستگی داره به اعلام باز شدن در تونل ها، چون واقعا خیلی حساس بود. خلاصه حاجی غلام حسین رعیت کم منزلش بود، خدا بیامرزش، اومده بودن برده بودنش، گفته بودن ما خواهیم امشب حمله کنیم، بیا شما با کلن این سوراخ کن، این راهی که شما ادامه دادی سوراخ کنی، نیرو ارتش بتونه از این سوراخ بره دشمن غافلگیر کنه. طرح عملیاتمون رو پیاده کردیم، حاج غلام حسین هم رسید. به هر حال ایشون بلافاصله گفت من اول کدومو باز کنم؟ من گفتم اول وسطی رو باز کن، دوم بیا قسمت غربی رو باز کن، سوم بیا قسمت شرقی. خب اولین دری که این اومد باز بکنه از ساعت 7 شروع کرد تا 9 طول کشید. خب ما دیدیم که احتمال داره نتونیم در سومو باز بکنیم، بنابراین اومدیم طرحمون رو عوض کردیم. ما گفتیم 2 تا دستمون از زیر زمین بره، از زیر تو داخل تونل بره، 1 دستمون هم اومدیم گفتیم بیاد دور بزنه دشمن، از حاشیه رودخونه بیاد، از پهلو بیاد و دشمن رو دور بزنه. شب عملیات فرا رسید. نیمه شب دوم فروردین 1361، همان ایامی که مردم ایران مشغول دید بازدیدهای عید نوروز بودند. من خودم اومدم از این دریچه، حالا اون 2 تا برادران سپاهی که فهمده دسته بودن اونا وایستاده بودن، فهمده گرهان سپاهی هم وایستاده بود، من همچی اومدم بیرون، دستم ها که گذاشتم رو لبه در واقع سمت خودی، یه دفعه دیدم دستم رفت رو سیم خاردار. بعد برگشتم به سمت
دشمن، اول من همش فکرم این بود که دشمن پشت سر ما قرار خواهد گرفت دیگه. بعد یه دفعه من نگاه کردم دیدم درست ما از زیر یک تیرباری در اومدیم، درست این حاشیه این کانال زیر پای کانالیم، همین لبه کانال. بعد نگاه کردم بالا یادم دیدم که یه تیربار اون برق میزد سلاح چیز گاهن توی مهتابی شب. نگاه کردم دیدم دشمن اون بالاست، پس ما دشمن روبرومونه، در واقع از پشت بر نیومدیم. بلافاصله اومدم داخل، گفتم بتب این از همه جلوتره، این که مستقیم رفته بود، اگر این به اینجا در اومده اون یکی ها خانه های دو سه مترم مونده به کانال در میاد. خوشبختانه اون یکی هم موفق شدیم در کانال دومی رو باز کردیم. نزدیکای ساعت 11:45 بود، تموم بود، تموم شد اون دومی. که یه دفعه تماس گرفتن آقا چیکار کردیم، گفتیم ما دومی رو هم باز کردیم، میخواییم سومی رو تازه شروع کنیم. و چقدر زمان؟ گفتم حتی 2 ساعت دیگه اونجا هم زمان میبره. گفتن بس نمیخواد دیگه، در سوم رو نمیخواد. در اولین مرحله نیروهای تکاور در سکوت شب بدون هیچ حرکتی که موجب جلب توجه نیروهای دشمن شود وارد تونل شدن. ما نیرو را بدون سر سرا بیرون کردیم، اومدم درست در همین لبه خاکریز در واقع بدون سر صدا مستقر شدن. گفتیم حتی نفس کشیدن حق نداره، نفس بکشید، یعنی آهسته طوری برین که هیچ سر صدایی نباشه. بعد در همین موقع یه دفعه گفت بیسیم ها به گوش، در سراسر جبهه به گوش، بسم الله الرحمن الرحیم قاسم الجبارین اعلام کردن توی بیسیم، که بعد یه دفعه اعلام کرد یا فاطمه زهرا. بیار اون شبکه را برام بسم الله قاسم الجبارین یا زهرا یا زهرا الو بسم الله القاسم الجبارین یا زهرا یا زهرا. نخستین مرحله عملیات فتح‌المبین با رمز عملیات به تمامی واحدها اعم از سپاه و ارتش گزارش شد. الله اکبر الله آن شب وصف شدنی نیست. دشمن متجاوز و مغروری که حالا زمینگیر هوش و سخت کوشی آدم های شده بود که تا چند ماه قبل حتی فکر رسیدن به این منطقه را هم نمی توانستند بکنند. با الله اکبر رزمندگان خاکریز دشمن از هم پاشید. دست خدا در آسین دی مغنی با دست های پینه بسته ظهور کرده بود و فتح و پیروزی را برمغان آورده بود. بعد ما همینجا که دیگه اومدیم توی چیز که دشمن همه فرار کرده بودن، داشتن به عقب میرفتن و از عقب هم از پهلو هم اون دسته ما اومده بود و اینا رو در واقع دور زد. اینا دیدن هم از پشت محاصره شدن و هم از جلو هم که ما داریم میریم و اینا همه لخ شده بودن. حدود 360-370 نفر ما اسیر گرفتیم، که حالا جالبه اسیرهایی که آوردیم از اون تونل اینا رو، چون میدان مین بود جلو، اینا اول فکر کردن ما اینا رو میخواییم تو چاه بریزیم، هی نگاه میکردن التماس میکردن که نرن داخل. بعد بالاخره یکی دو تا از این بچه های خود ما جلو رفتن پایین، بعد اینا رفتن اومدن داخل. اومده بودن داخل، چراغانی بود، لامپا روشن بود، بعد تونل زیرزمینی رو داشتن میدادن، میگفتن الله الله یا خمینی یا خمینی. از خدا خواستیم که الهی شد، تردار مرتبه شد که عرقهایی که این بچه ها ریختن داوطلب مده بودم هدر نره. ما همچه اومدیم که عبور کنم یه دفعه یه صدای ناله توجه منو جلب کرد. یه دو سه نفر که همراه من بودن، من پیچیدم به سمت، هنوز هوا تاریکه، پیچیدم به سمت اون نفر برم که ببینم ناله میکنه کیه.
بچه گفتن بچه از عراقیان، از ما فعلا هیچ کس شهید نشده. ما رسیدم اونجا، دیدم قربان اشرپس، تمام اعضا و جواره شکمش ریخته بیرون، که حتی با دست جمع کردیم و اینو گذاشتیم روی برانکاد و اینا بردن عقب و گفتم ایشالله بهداریمون اینجا مستقره، منم پزشک اینجاست، معالجت میکنن. گفت نه دست شما درد نکنه، من به شما گفتم بچه ما نمیبینم شهید میشم. خوشبختانه ما مرحله اول عملیات که رسیدن به همون سرایی قبر خونه بود و این کار انجام شد با موفقیت و لودرها اومدن در اونجا خاکریز زدن و ما آماده شدیم برای مرحله دوم عملیات فتح المبین. منطقه عملیات ما منطقه بسیار وسیعی بود در مرحله اول، از مناطق صالح مشتت در غرب رودخونه کرخه شروع می شد و سراهی قهوه خونه، تپه چشمه، بلتا، شابوریه، جفینه، تمام این ارتفاعات رو تشکیل می داد. ارتفاعاتی که دشمن در طول 18 ماه به نکات اهمیتش پی برده بود و در حملات کوچکی که ما انجام داده بودیم نقاط ضعف این مناطق رو هم اطلاع داشت. یعنی ما هر حمله کوچیکی که قبلا انجام میدادیم و دشمن به راه حمله ما پی می برد، بعد از اون راه رو می بست. سه قرارگاه دیگر هم همان شب در ساعت اولیه توانستند ارتفاعات مورد نظر را تصرف کنند و فقط در طول 8 روز در 4 مرحله عملیات پایان یافت. توپخانه دشمن تصرف و سایت های رادار باز پس گرفته شد و بیش از 2200 کیلومتر مربع از خاک میهن عزیزمان آزاد شد. شکر خدا جاریم که این زحمات هیچکس هدر نرفت. همین یعنی خوشحال بودیم بودیم کاری کردیم، بالاخره ثمر رسیده. بالاخره بسیار تلفات سنگینی دادند، 16,000 اسیر، 15,000 مجروح و 10,000 کشته و انهدام غنیمت صدها دستگاه تانک، توپ، نفربر، خودرو، بالگرد و هواپیما و هزاران عدد تجهیزات سبک و نیمه سنگین نظامی و مخابراتی و اسارت ده ها فرمانده ارشد ارتش بعثی تنها بخشی از دستاوردهای این عملیات. بعد هم که توضیح دادن که چقدر تونستن اسیر بگیرن، چقدر از نیروهای دشمن به هلاکت رسیدن، به قدر خوشا میخوام امروز دنیا اومدیم. امت مسلمان و انقلابی، ما هم اکنون در یکی از جبههای جنوب در کنار چندین هزار از افراد و اسرای عراقی هستیم که در جبههای حق علیه باطل به دست رزمندگان سلحشور ما به اسارت در اومدن. همه شاد بودیم تا اینکه بعد سری چهار که شد، این بار خدا حاج غلام حسین احمد گفت که اصل کار به عملیات فتح المبین که امره را شروع کردن و به صلاح دست بکار شدن که تونستن اون مینای چچی بعده را از همین کانال بده. زمانی که اومدن کانال، از طرف کانال دشمن غافل کردن و به صلاح اینا را عقب روندن، اینا این آزاد شده این قسمت بالی کانال. اینا اومدن میبرداری کردن دیگه، ماشینا تونستن راحت تجهیزات و اسلحه ببرن و به سره که عملیات خیلی بزرگ انجام بدن که خداشون هم معتقد بودن که بیشترش بخاطر همین کانال بوده. قرارانی با اسرایی که در تو نتیجه این عملیات چی بود؟ البته به عرضتون برسونم که ما با هماهنگی و همکاری برادران بسیج باستار و یک عده نیروهای داوطلب و پرسنل رزمنده ارتش با کمترین نفرات این محوطه و منطقه وسیع رو که میبینید اشغال کردیم و حدوداً شاید بگم 3,000 اسیر و از حد گذشته خودرو، تجهیزات، نفرات، زخمی و کشته شده در این منطقه داشتیم و این منطقه بسیار وسیع رو که از سایت به ارتفاعات میشداغ و این ارتفاعات 146 و این سنگرها که در اینجا میبینید و مشاهده میکنید اشغال کردیم.
نوروز 61 عید فتح بود. رزمندگان امنیت را به مردم عیدی داده بودند. حالا دیگر مردم مقاوم شهرهای شوش، اندیمش و دسفول می توانستند نفس راحتی بکشند. خیلی حمایت کرد. واقعا اینا بودن که خدام بخواست که کار بره جلوره. اول خدا، همش خدا. ولی اینا بودن، اشخاصی بودن که واقعا صداقت داشتن، ایمان داشتن. وقتی من یادم میاد بعد از فتح المؤمنین رفتیم خدمت شهید صدوقی، خب ایشون میخواست یک تشویقی، امتیازی، یه چیزی به عنوان پاداش بهشون بده، هیچ کدوم قبول که نکرده، هیچی، همه شون هم گریه کردن. من رفتم نمیگفتم هیچی نداشتیم، نون شب هم بخوریم نداشتیم. وقتی من رفتم میگفتو که چگاه حالا گناه خود چیزی نداریم، اونا میگفت خدا بردیم برسونه. ما میرم امید با خدا باشی، خدا هم بردون برسونه، هیچی نگه. شاید به خودم گفتم، من به کسی هم نمیگم، به شما حال دارم میگم. شاید خدا خواسته که من زنده باشم، این طرح کار، این نقشه کار شر بدم بره شما، شما ضبط کنید برای آینده کشور، برای اسلام. و باز خدا سرنوشت یک ملت را با دست‌های پینه‌بسته مردمانی رقم زد که با گام‌های استوار، خلوص و همت بلندشان تاریخ را هویت دیگر بخشیدند.